با سلام و درود. گزارش تازه حاکی است که در چند دقیقه شهر صف در اسرائیل با 200 موشک بمباران شده است. حمله موشکی قوای حماس به شهرک‌های اسرائیلی همچنان ادامه دارد. ترامپ مگر حمله اسرائیل به حزب الله را به نتانیاهو تبریک گفته. چه درامه؟ گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت حمله ما در ایران مرگبار، دقیق و غافلگیر کننده خواهد بود. اینمی گپاره در انهدام غزه و نابودی حماس میگفته. نه شما نام ایران رو پس کنین، اونمو ادبیات یاد شما میگه اونا متوجه نمیشن چه اتفاقی افتاده و چگونه بوده. اسحاق بریک جنرال بازنشسته اسرائیل میگه که خود اینمی گالانت و با دو تا از رفیقایش نمیفهمه که در اطرافشان چی میگذره. خب حالا دیگه کی به کی میگه؟ منابع میدانی به الاخبار گفتن که یک نیروی نظامی اسرائیل تلاش کرد از منطقه مشیرفه در منطقه رأس النقره او طرف نفوذ بکنه، حزب الله زد شکارش کرد. گردانای قدس گفته که ما با تعداد راکت شهرک نتیوها سارا را در اطراف نوار غزه بمباران کردیم. این نامو نواست شهرک نتیو هاسارا، شهرک های مرزی با اسرائیل است. خب میایم سر حمله حزب الله به سفت. بیش از 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک شد که یعنی در واقع یکی از بزرگترین رگبارهای آتشی از آغاز جنگ حساب میشه. خب رسانه های بری گفتن که در عرض چند دقیقه بیش از 200 موشک از لبنان به سمت شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی شلیک شده و همچنان به مناطق اشغالی جولان در سوریه. پایگاه امیاد مربوط ارتش اسرائیل در شمال دریاچه تبریا هم هدف قرار گرفته. اینا همیش نو است، این پایگاه را تازه میزنن حالا. یعنی جنگ نقطه زن مشخصتر و کلانتر شده میره. مشاور فرهنگی سپاه پاسداران گفته که جنگی در کار نخواهد بود. خب این تبلیغات جنگ است، به اصطلاح یک نبرد است. فقط برای حفظ چهره اسرائیل ممکن است یک نقطه از ایران هدف قرار بدن. در پاسخ ده ها مرکز امنیتی نظامی و اقتصادی را ما خواهیم زد. باز گفته که دیدین ما 200 موشک پرتاب کردیم، در صورت لزوم هزاران موشک آماده پرتاب است. گالان چی میگفت؟ سپاه چی میگه؟ دفتر نتانیاهو میگه که او تماس از ترامپ دریافت کرده. حال ترامپ ناجی نتانیاهو شده که در او عملیات نظامی علیه حزب الله را تبریک گفته. چرا تبریک گفتن؟ یعنی وقتی تبریک میگی که دیگه آثاری از حزب الله دیده نشه، گفته وطندارای ما شما تق تفنگ نباشه، این خود دیوانه کرد شما را. این تبریکش در کجاست؟ ترم باز دیگه او اما او چیزای خودم میره، چالای خودم. وال استریت جورنال نوشته که عملات اسرائیل ممکن است در انتخابات امریکا در 5 نوامبر بسیار تاثیر داشته باشه. بله. قیمت نفت هفته گذشته بعد از اینکه جو بایدن گفت که مقامات امریکایی در حال بررسی دفاع از اسرائیل و حمله به تاسیسات نفتی ایران هستند، قیمت نفت یک دم بالا رفت. اینی فایده گپ بایدن. یک روز بعد بایدن در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت که اسرائیل باید از حمله به تاسیسات نفتی ایران خودداری کند. خواهیر کی برش گفت؟ سرمایه‌دارای بزرگ نفتی برش گفتن چی میگی تو دانت واز چشمایت بسته، پس بگی اصلاح بکن. اصلاح کرده؟ گفت نه، تا که قیمت نفت دوباره کمی متعادل شد. هدیه اسرائیل و بشریت ایر یک کسی هست به نام یکی از محافظه‌کارا در کانادا به نام پیر
پیر پویالیور میگه هدی اسرائیل به بشریت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ای چه قصتی گپ میزنم از محافظه‌کارای کانادا که ای رهبر محافظه‌کارا ما است، میگه فعالانه از انتقال سلاح به اوکراین حمایت میکنه. این اونم آدم است، یعنی یا اولا خمی گپ ناشده ببین و ای در کانادا داشته. این شخص از نظر افکار خود بسیار تاریخ زده، یعنی خلاصه به گفته دکتر اکرم عثمان نویسنده معروف ما، از پوپنک دماغای قرن 20 است. امی آدم بسیار کنه این گپ میزن. نظرسنجی ها نشان میده که پویلیور بیشترین شانس به پیروزی در انتخابات و تبدیل شدن به نخست وزیر بعدی هم داره، جانشین ترودو میشه. خب پس ای خود وارد جنگ اسرائیل میکنه تا کی صدر اعظم شو، خدا کنه که کوی یخ اسرائیل سر جاش باشه. تلگراف نوشته است که ایران ثابت کرده که میتونه به بزرگترین سیستم دفاعی جهان نفوذ بکنه و بسیار قدرت ویرانگری از خود نشان داده. کارشناسان به سختی با سخت کار میکنن که تو فکر تو پیدا بکنن یک گپ که در صورت ادامه تشدید جنگ اسرائیل قادر به دفاع از خود در برابر امواج موشکی چند طرفه هست یا خیر، یعنی تا کی استاد میشه این رقم. تلگراف میگه، روزنامه تلگراف لندن، که اسرائیل ممکن است واحدهای دفاع هوایی یا موشکهای رهگیر کافی بر رهگیری بمبارانهای موشکی چند طرفه نداشته باشه. تا کی استاد میشه؟ بسیار یک گپ مهم یاد تلگراف مطرح کرده. خب حالا این مثلا رسانه های نظامی حزب الله تصاویری را از پهپاد شناسایی هدهد دوباره منتشر کردن. این پهپاد بدون کدام خلل میای از تمامی نقاط حساس اسرائیل عکس برداری میکنه، همه تو صحیح و سالم برمیگرده. این مثلا اینی رو میگه، این مثالش اسرائیل در برابر مثلا عملیات هوایی رگبار موشکی تا چه وقت استاد شده میتونه؟ یعنی هدهد چرا اینا رگیری نمیکنن؟ یعنی قبر اینا را که کنده از نظر کشف و تجسس این می هدهد است. یعنی می هدهد بود که مثلا فناوریش در دست ایران است، وقتی که حملات موشکی شد پایگاه نواتی ما بیخی از کار انداختن. این پهپاد جاسوسی از پایگاه نظامی مقر و تاسیسات حیاتی در منطقه حیفا این دفعه عکس برداری کرده. حیفا و یک منطقه به نام کرمل فیلم برداری کرده. راست آمده پایان شده سالم. بنان وقتی که آمد ازبلا با انتشار تصاویری از حیفا، تصاویری جدید، یک پیام کوتاه منتشر کرد و که در تیررس است. نه. ویل شرایور کارشناس ژئوپلیتیک مستقر در امریکا چی میگه؟ میگه من شک ندارم که اسرائیل میتونه یک عملی دقیق و غیر منتظره علی ایران انجام بده، درستی خیبه یک طرف، اما میگه من به شدت شک دارم که اینا بتونن ایران چنان زخم بزنن که ایران دوباره نتونه با شدت دو برابر سر خودشان حمله کنه. دینی شک است. خب چرا شرایور؟ به خاطر از میگه چرا نداره؟ این اصل ساده، ایران یک کشور بسیار بزرگ، اسرائیل یک کشور بسیار کوچک است. عمق عملیاتی ایران بسیار بسیار بیشتر از اسرائیل است. این یک مثال شمید. مقامات ایرانی در یک ساعت گذشته، در چند ساعت گذشته یک مجموعه از اطلاعیه های هوایی را منتشر کردند که راه های مثلا فضای تردد هوایی را به طور موقت به خاطر ملحوظات سطح ایمنی مسدود میکنند به مدت 6 روز.
و خود این شش روز چه اتفاق میفته؟ خب گفته شده که میتونه فعالیت های رزمایش پدافند هوایی باشه و از این قبیل گفا کس نمیفهمه. عملصد مدرس سیاست در دزگاه در دانشگاه کاردیف گفته است که آدم ازبلایی است. میگه شکاف عمیق به سیاسی لبنان به وسیله اسرائیل حال که ایجاد شده، هدفش دامن زدن به درگیری های داخلی به ضد حزب‌الله است. از پشت سر مردم می شورانند تا یک ابزار استراتژیک اضافی علیه حزب‌الله در داخل جامعه لبنان به وجود بیاید. خب حالا میگه چیز جدیدی که دیده شده، همدردی جامعه سنی مذهب نسبت به غزه و مقاومت علیه اسرائیل بر رهبران سیاسی، اینا بر رهبرای سیاسی دیگه احزاب و اقوام تکیه کردن، عمدتا جوامع میزبان مسیحی که صدها هزار شیعه آواره در اونجا در مناطق شان آمدن، میگه توجه را اونجا متمرکز کردن که به جوامع مسیحی بگوین که اینا را شما از اینجا بکشین، اینا شیعه هستن، اینا زیر ضربه هستن، اسرائیل باز بمباران میکنه منطقه شما را، که یک کشمکش و تشویش ایجاد شود که منجر به جنگ داخلی در لبنان شود. این چیزها رو پیش گرفتن. هدف لفاظی نتانیاهو به اصطلاح ایجاد یک باطلاق برای حزب الله است، کمی جنگ داخلی است، تحریک مسیحی است و افراد مختلف. نتانیاهو ماه گذشته گفت که بسیاری از شیعیان در لبنان یک جریان درآمدی منحصر به فرد دارند. چطور؟ یک دروغ بسیار کلام گفت. من شخصا کلمه دروغ استعمال میکنم. میگه در خانهایشان کلشان یک اتاق پرتاب موشک دارن. خب یک اتاق پرتاب موشک در خانهایشان داشته باشه، حال صدها هزار نفر آواره شدن رفتن گریختن از خانه خود، تو خوب یک دو تاریخ نشان بده. ای چرا ایگه پاره میزنه که در بین جامعه مسیحی دیگه در اقوام مثل ادیان متفاوت در بیروت و حوالی بیروت تلویحا کل جامعه شیعه را هدف مشروع عملات خود قرار بده و هدف مشروع عملیات دیگر را هدف شیعه. این میده بازی میکنه در استراتژی دست خالی. شبکه 14 اسرائیل هم همین گفتمان بازتاب داد، عکسهایی از فهرست ضربه خورد مثلا ضربه دیده های اسرائیل خاصتا از رهبران شیعه، از جمله آیت الله سید علی سیستانی در عراق، اینا را عکسهایی را مطرح کرده، چیز کرده که اینا هدف هستن چطور و چکار و همینطور چیزهایی که در داخل جامعه شیعه یک آشوب ایجاد بکنن. در کنار تحریک احزاب مسیحی که مثلا شما بگیرین سلا بگیرین علیه حزب الله، این ما برای شما سلا میتیم، اینا میخوان تا ترس در بین از اینا تبدیل به جنگ بسازن. واشنگتن پست افشا کرد که جار جنجالای نتانیاهو را اصلا نباید باور کرد. یعنی چی؟ میگه گپایی که علی امریکا میگه این دروغ است. امریکا کاملا متحد نتانیاهو است. این واشنگتن پست میگه، روزنامه خود امریکا. خب در پایان یک سخنان یک سیاستمدار لبنان من نقل میکنم که در شبکه گپ میزدن در یک شبکه تلویزیونی. یکیش گفت که بهتر نیست که ایران کمتر شعار بده و بیشتر موشک بزنه، یعنی ایران شعارهایش کم کنه موشکهایش زیادتر کنه، اینطور میگفت. و آم وهاب یکی از سیاستمداران لبنانی ای که پزد گفت که سیاست ایران انتقاد کرد، گفت اگه ایران از مبارزه فرار بکنه، و ترسیدن که ایران از مبارزه فرار میکنه. ببینین یک سیاستمدار لبنانی اما سطح فهمش از نفس جنگ تاریخی چی است؟
میگه اگر ایران فرار کنه باید باز با امریکا در خیابانهای تهران به جنگه. ترسیده که ایران نگروزه. باز ایران چی کرده؟ میفته که شما گریختین از جنگ لبنان و حال خود رها کردین، شما باید باز در تهران به جنگه. این سیاست مدار اول تاریخ لبنان رو بخونه، دوم تاریخ حزب الله رو باید بخونه، سوم تاریخ انقلاب ایرانی رو بخونه، انقلاب اسلامی رو، و چهارمش تاریخ عهد عتیق بخونه. یعنی من لبنان که اونجا ششتن او بخشی از قلمرو ایران باستان بود وال دوباره آمده. همینطور نیست؟ من چهار چیزه گفتم. شما فکر میکنید که سیاستمدار لبنانی در این عرصه مطالعه کرده باشه؟ من شخصا شک کردم دمی سخنانی که از ایشان نقل شد.